کاری به سر من در آورد روز مارمزون، من کارگر انداختن قاضی، من انداخت اوین. خب یه هفته تو اوین بودم، کاری به سر من آورد، اومدم افتادم به دست و پا خانوم، پولمو نمیخوام، 3 میلیونم از من گرفت تا رضایت داد، من از زندان اومدم بیرون. مشکل ما قاضیام، قاضیام مشکل دارم خیلی، بدون مذارم شاید بیشترشون حالا الله علم فاسدن، فاسد شدن قاضی، فاسدن بدون تعارف. اینجا نمیتونم زندگی کنم، اینجا تمام دزدیه. وضعیت ببینید چجوریه، باید چت خدا رو ببینی تا بتونی دیه رو بچاپی. الان رومیزی بوده، دیرمیزی بوده، الان دیگه علنه. زمانی که شما حفاظه اطلاعات قوه قضاییه مراجعه میکنی میگن قانون نیست، قضات ما تخلف میکنن، نیرو نیست، اینجا به مشکل برمیخوره، فساد به وجود میاد، قانون نیست. نه خودشون هم بهتر میدونن. بنده اونجا مراجعه کردم، باز کردن، گفتن دو تا قاضی خلاف کردن، نیرو نداریم بریم اونا رو بگیریم، اینو میگیریم، اون یکی رو میاریم از این بسته، قانون نیست. یا مثلا یه قاضی رو از یه جایی فسادش معلوم میشه، ورش میدارن، فقط جابجاش میکنن، میذارنش یه جای دیگه. شما باش چی کار میکنید؟ من یه قاضی که دزدی کرد، خب تو حیات قوه قضاییه اعدامش میکنم، بقیه قضات حساب کار بیاد دستش. نداریم. خب تنها راش اینه، هر زیاد میبرد پخش کن، مشکل مملکت ما راش اینه، کاری نداری. خب رئیس قوه قضاییه صبح که میشه باید این کفشو بکشم بالا، نگه برم بشینم، با نشستم درسته میشه؟ مسئول بفرست، رهبری عزیزم گفت باقی مسئول بفرستم تو این دادگاه برم ببینم چه خبرم. شما بینی الان چه بلبشویه توی کشور ما، هر کس هر کاری دلش میخواد میکنه. این بیانگر این که قوه قضاییه کارشو خوب انجام نداد، رئیس قوه قضاییه فقط باید به قوه قضاییه برسه دیگه، وارد سیاست و وارد مجلس و وارد نمیدونم شهرداری و اینطور چیزا نشه. بخوای واقعیت رو بگی میگن ضد انقلابه، ولی به خدا اینجور نیست. حالا من یه قضاوت از حضرت علی مونده، ولی الان قضاوتی نیست.